در طول زندگی هر آدمی اتفاقهایی پیش میاد که نه هرگز تکرار میشه و نه از یاد میره. اتفاقهایی که اگرچه مثل راز میمونن اما نمیتونی تا ابد تو سینه نگه داری. بادها، خاطرها، بادبادکها. امروز باد منو میبره به دهکده دور. مدرسه دهکده. بچه های مدرسه دهکده که حالا باید مردها و زنهای دهکده شده باشند. جایی که پری پیدا شد. خوبه که داستانم رو بگم بعد از سالها. راه دهکده چنان سرسبز نبود. از بیابانها و تپه‌ها گذشتم تا برای اولین بار به دهکده برسم. تنها یه بادبادک در آسمان و کوههای آن سوی دهکده ورودم و خوش آمد گفت. در اداره آموزش و پرورش به من گفته بودند که اهالی دهکده در جریان ورود من یعنی معلم جدید هستم، اما خبری از استقبال مردم نبود. شاید اگر دوچرخم زنگ نداشت، لطفعلی هم که دهیار ده بود متوجه آمدن من نمی شد. سلام. سلام. لابد شما آقا معلم جدید ما هستید، درسته؟ سلام. سلام. یه پسر، یه بابا جو، یه وسایل رو بده با آقای معلم. دست شما درد نکنه. آقای معلم، میگفتی این وسایل رو یه خود برات جا به جا میکردیم جات پاس بشه. اینجا پرنده ها لونه گذاشتن، تخم گذاشتن، جوجه دارن. گفتم فعلا یه گوشه ما میشینیم، دست نخوره بهتره. خیلی خوب، هر جو صلاحه. پسرم بیا برو، بیا بابا جو. ایام من میدانم کلاس اول هادی تباشیر هستم کلاس دوم پدرام نوروزی هستم کلاس سوم محلا حسین زاده کلاس دوم مبینه اجدری هستم کلاس دوم
مهسا معرفتی هستم کلاس اول. مهدی کرمانپور کلاس پنجم. اسدی بسته کلاس چهارم. علی اصغر باشته هستم کلاس پنجم. نگین حسینزاده کلاس پنجم. سعادت کیانزاده کلاس پنجم. بچه ها، میخوام با کمک هم یه شکل جدید به کلاس بدیم. موافقید؟ شما هم برسه، نوبت درس شما هم برسه، اگه بقیه بخوان شلوغ کنن خوشتون میاد. آقا آقا دو چرخه تو پنچه شده. چند روز از ورودم به مدرسه گذشته بود که یه نامه بی‌نام و نشون به دستم رسید. اولین بار بود که توی زندگیم یه نامه بدون امضا دریافت می‌کردم. یه حس عجیب، یه حسی شبیه نگرانی. نامه‌ای که انگار می‌خواست منو برای روبرو شدن با اتفاقات دهکده آماده کنه. ببینید، خوب نگاه کنید، این تخمایی که شکسته تا چند روز دیگه جوجه‌هایی از این متولد می شدن، تو آسمونا پرواز می کردن. می خوام بدونم کی یه همچین کار زشتی رو انجام داده؟ ها؟ مهسا؟ بله. چی کار میکنی؟ دارم نقاشی میکشم. ببینم چی هست؟ مادر. چه خوب. بابام میگه که وقتی من به دنیا اومدم مامانم رفت پیش خدا.
اتفاقات بدی که پشت سر هم می افتاد شاید هر کدام چنان ترسناک نبود، ولی وقتی یاد هشدارهای نامه بدون امضا می افتادم کمی نگران می شدم. کسی خبر داره کدوم بچه بدی این کارو کرده؟ بازم خرابکاری کردی؟ تو آدم بشو نیستی. باید توی طبیله اون بابا بیای تا آدم بشی. کجا؟ پری رویا، چرا پنهان شوی از مردم چشمم؟ پری را خاصیت آن است که از مردم نهان باشد، که از مردم نهان باشد. نخواهم رفت از دنیا مگر در پای دیوارت که تا در وقت جان دادم سرم بر آستان باشد، سرم بر آستان باشد. انگار هیچ کدوم از آدمای ده اون بادبدک رو نمیدیدن، ولی من کنجکاو بودم بدونم نخو اون بادبادک که تو آسمون و کوههای پشت دهکده پرواز میکنه تو دستی کیه. ولی یه بار که به سمت کوه میرفتم و داشتم به بادبادک نزدیک میشدم، بادبادک پایین اومد و ناپدید شد. نامه دوم، همون دستخط، باز هم بدون نشونی فرستنده و بدون امضا. کی میگه مرده؟ چی شده که مرده؟ شاید مریض شده بابا جان. اصلا مرد. شاید چیزی خورده. کجا سنا؟ اما اتفاق ناراحت کننده و پر سر و صدایی که توی ده افتاد حتی فرصت نگرانی و تعجب از نامه دومو برای من نذاشت. اتفاقی که همه تقصیرش گردن من گذاشته شد. خوش اومدین. خوش اومدین. سلام. سلام. مهسا بودم. مهسا ما پر بایسته نگو مرسه نرو. آقا بشیر، مهسا امتحان داره. نگفتم این مرسه نرو. بودو بینم. بودو مادر بشیر میگه که پای قدم این پیر معلم اگه از مرده. ببینم بچه ها، آیا واقعا شما فکر میکنید اومدن من باعث شد که اسب بشیر بمیره؟ بچه من نزنی برو ننی. میدونی برای چی آوردم جای این گابت را؟ برای اینکه آروم شدن از این گاب ها یاد بگیری. یعنی میدونی من و مادرش چقدر دوستت داریم، ولی چی کار کنیم که تو این دهکده آبروی منو بردی؟ دیگه راضیم که بمیری. شما گفت که معلم نمیذارم من بچه من بردم جلو گوسفند. آمده گفته چرا بردی؟ زنگ تفریح به این کارا ربطی نداره، باید 5 دقیقه زنگ تفریح یه
از وقت استفاده کرده بود بچه‌ش بوده بود جلو گوستان معلوم هم مثل آمده بود. نه ما این خدای رو رضی نیستیم ازش بناخره این یک فکری در باری بگشتیم بهش بگیم بابا هفته درسه تموم شد بچه رو اینجا رو میگم داری بری چی یا یکی از بچه هامون رو بردیم امروز بلفرد کار داشته سر زمین بری باباش یک چایی برده دیر آمده برای چی میشه با این یک ساعت منزل جانم چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندیم محفل ها جرس فریاد می دارد که بربندیم محفل ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها کجا برو پدرم جان برو کار داریم ما پسر جان برو ما معلم آقای معلم ما را از کار زندگی گذاشته برو دنبال کاره اومد و تا یه ماه هم این ساختمون تموم نشد نه امتحان دارن چند روز دیگه باید امتحان بدن ماشین و وسایل رو بیار همینجا بار کنیم بری نه تو خواب برو ماشین بیاد بعدا این کار میکنیم نه اینا برای تو سنگینه یکی دو تا بسته من به والدین بچه حق می دادم چون اوایل ماه خرداد به خاطر گرمای زودرس کار برداشت محصول شروع می شد و از طرفی کشت پنبه و آبیاری و بعد چیدن علف‌های هرز و نیز نگهداری دام‌ها هم جزو کارهای روزانه دائمی اونها بود. همه ناچار بودن از بچه‌هاشون کمک بگیرن چرا که در آن منطقه کارگری وجود نداشت و هر کسی بایستی در اندک زمان محدود محصولاتشو جمع می‌کرد. در غیر این صورت زحمات چند ماهشون به باد می‌رفت. و در نهایت برای تامین معاش و ادامه حیات دچار مشکل می شدن. برای همین سعی کردم با آنها مدارا کنم که کلاس های من به تعطیلی کشیده نشه. ولی با این حال اونا هیچ وقت به من روی خوش نشان نمی دادن. نویسنده نامه توی نامه دوم گفته بود که معلم قبلی رو خیلی خوب میشناخته و در جریان بوده که چطوری نامردی ها و بدبینی های بعضی از آدم های ده باعث شده که اون نتونه به کارش ادامه بده و مجبور بشه در موقع حساس از سال تحصیلی بچه ها رو رها کنه و ده رو ترک کنه. خیلی عجیبه، انگار نامه ها در مورد معلم قبلی نیست، پیشبینی این روزهای منه. قبل از رسیدنم به این دهکده کلاس خالی بود و در مدرسه از بیرون قفل شده بود. حالا کلاس خالی بود و در مدرسه از داخل قفل شده بود. تنها فرقش من بودم که تو مدرسه گیر افتاده. باید برم
حداقل باید برم این وضعیت رو برای اداره روشن کنم و برگردم. شاید هم بر نگردم. سلام خانم. سلام. طوری شده؟ میتونم کمکتون کنم؟ جوش آورده. شما رو قبلا جایی ندیدم. من معلم هستم، ده توکای درس میدم. آب لازم داریم. ببخشید خانم، ظرف دارید از یه جایی براتون آب گیر بیارم؟ با اینکه اصرار داشت منو قبلا جایی دیده، ولی من هر چی نگاش میکردم به نظرم آشنا نمیومد. ولی خب مجال موندن نبود، باید میرفتم و آب میآوردم. شما هر روز با همین دوچرخه میخواید برید و برگردید؟ من تنهام، اونجا میمونم. تخمه که شکست بذاری. مسلم جان، پرنده ها اینجوری نیستن که رو تخمه دیگه ای بخوابن. اونا باید حتما تخم خودشون باشه، لونه خودشون باشه. ببر سر جاش بذار، هنوز اینم مادرش قهر نکرده. مواظب باش، مواظب باش نشکنی. باریکلا دیگه این کارو نکنی. باشه، خداحافظ. خداحافظ. برداشت محصولات فصلی تا حدودی به آخر رسیده بود. غیر از کارهای سنگین که به دست بزرگترها و ماشینالات انجام می شد، کار دیگه ای نبود تا بهانه‌ای برای غیبت دانش آموزان باشه. اما با این حال، تغییری در رفتار آنها نسبت به مدرسه و من دیده نمی شد. مسلم نیست، علی اصغر نیست، پدرام، امیر محمد، هادی. احساس بدی داشتم. دیگه به این نتیجه رسیده بودم که مردم دهکده با خود من مشکل دارم. نمیدونیم کجا هم بچه ها؟ خب، داری خود تا آماده میکنی برای امتحان ها؟ بله. این چند تا حروف مقطع رو میتونی از روش بخونی؟ بله. نون، صاد، الف، لام، میم، را، کاف، ها، یا، عین، صاد. برکرم. سیام، روزه. ایام، روزها. قریب، نزدیک. خیره گشت.
کرمان پر از کجا؟ درست هم میرسید؟ سالها دل طلب جام جلس ما میکرد وانچه خود داشت سبیگانه تمنا میکرد بوهری که از صدف کن مکن بیرون است طلب از کن شده کن لب دریا میکرد بارو بندیلی چه که بسته حالا عجله نکنم خدا حافظ اول این فرالی بکر دستنامه باید بره دیگه آقا لطفالی گفل و کلید در اونجاست تحویل شما خدا حافظ خدا حافظ بالاخره به رفتن رضایت داشت آقا با این همه اول باید رفته باید بره بابا بچه ها دست نمره باید بره جشن پایان برداشت محصول با یه مسابقه یورتمه به رسم هر ساله. همه بچه های کلاس بدون توجه به درس و مدرسه همراه بزرگترها و دیگر بچه هایی که از روستاهای اطراف آمده بودند در مراسم شرکت کردند. معلوم بود بچه ها از کار کردن کنار خانواده هاشون ناراضی نیستن. انگار زندگی این بچه ها و من و همه شبیه زندگی باد بادک هاست از یه طرف میخوان سوار باد بشن و با آینده برن از طرف دیگه با یه نخ به گذشته و دهگدشون گره خوردن ولی این بار دیگه باید میفهمیدم اون کیه که حتی روز جشن هم باد بادکشو به همه دیدنی های جشن ترجیح داده به به آقا مسلم
مسلم میخوام بعد بدکی دو ببینم. بعد بدکی قشنگی درست کردی، بیار ببینمش. خیلی بالا رفته بود. از همون روز اول که اومدم به دهکده از اون دور دیدمش. مسلم بیا باد بادک تو ببینم. بالاخره بعد از گذشت مدت زمانی فهمیدم صاحب باد بادک کیه و چرا دور از دسترس مردم دهکده به تنهایی برای خود دنیایی ساخته. مسلم مسلم پس می آی اینجا باید چه گونگو تو سراغم اومده بود. نمیتونستم که بازم میتونم در برابر سختی ها و بیمهری ها مقاومت کنم یا نه. اون دوتا نامه برام عجیب تر شده بود ولی دیگه نگرانم نمیکرد. مهم این بود که مطمئن بودم خودم ننوشتمشون، بنابراین حداقل یه نفر دیگه هست که میدونه حال و روز من چجوریه این روزا و شبا. مردم نمیذارن بچه هاشون بیا سر کلاس شما. چرا اینو نمیفهمی شما؟ من میفهمم. من میگم سرنوشت بچه ها رو باید به خاطر این حرفا به خطر نندازیم. الان چند روز دیگه امتحاناتشون شروع میشه. آقای معلم امتحانا هست ولی فصل کارم هست. الان مردم بچه هاشون رو سر زمین ها کارشون دارن، لازمشون دارن. شما بعد از کلاس باید بچه ها رو آزاد بذاری بیان تو مزارع بهشون کمک کنن. من که بعد از کلاس کارشون ندارم. من تا زمانی که ساعتی کلاسه باشون کار دارم. برنامه‌های دیگه که براشون نذاشتم. منم مخالف کار اینها نیستم. من میگم که این امتحاناتشون نزدیکه. یه قدری باید به درس مشخشون برسن، امتحاناتشون رو بدم، بعد برم سر زمین. خب بچه‌های عزیز، کسی میدونه مسلم برای چی باز کلاس نیومده؟ آقا اونا پدرش برده سر زمین. مسلم بیا بابا، ببین آقا معلم چی میگه. بدو یه جورایی شما باید تشویق کنیم بیاید کلاس. ما همچون کار داشتیم، گفتیم همین یه تیکه زمینی داریم جمع کنیم دست پای گوسفندای مردم داغون میشه بریم اونه.
کمک میکرد بچه رو. حسن جان چی شده نیومدی کلاس؟ با کسی دعوا کردی؟ یعنی خودش اومده اینجا؟ خودش اومده. پس من میبرم انشالله. بیا بریم. بیا. سال گذشته با پدر، مادر و خواهرم برای زیارت امام رضا علیه السلام به مشهد رفته بودیم. پدر گفت امروز مسلم این ساعت چه داری مسلم؟ مسلم این ساعت چه داری؟ قرآن. قرآن داری؟ این چیه؟ ببینم چیه؟ ببینم کو؟ کجا؟ اب چلا سلام آقای معلم، حال شما چطوره؟ خسته نباشی وزیر. به به مبارکه. ماشاءالله ماشاءالله. اوه کجا بشیر؟ بشیر. سلام علیکم. چطوری مسنه جان؟ چند وقت رو هوا باد بادک تو نمیبینم. خیلی دلم براش تنگ شده. دوست دارم باز دوباره رو هوا ببینمش. چرا هوا نمی کنی؟ آقا اجازه بابام پارش کرده. پارش کرده؟ حتما از روی دلسوزی بوده. فکر کرده از درس و مشقت میمونی؟ این کار اما من با این کارش مخالفم. نباید پاره میکرد. آقا اجازه خودتون بهش خبر دادیم. من خبر دادم؟ سلام مادر. سلام. 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 بفرمایید تو کلاس. بفرمایید تو کلاس. آسوده اینم ببر بذار. مسلم برو کلاس. مسلم باد بادک درست کرد ای رفیق. آید باد بادک درست کرد ای رفیق. آید باد بادک درست کرد ای رفیق.
یه دان بذارم اینشو چجور درست کنم فکر کنم اینا رو به چست بذارم نه اینجوری نیست اما نه همینجوری باید درست بشه چسبونم یه پروانه درست میکنم اینجا چسبونم این طرف مسلم پاشو ببینم ات پاشو چطوری؟ خوبی؟ یه بادبادک دارم درست میکنم نمیتونم موندم توش باید چیکار کنم که این درست بشه؟ بلد نیستم دیگه چیکار کنم؟ یکی میخوام که بلد باشه بیاد کمکم میای کمکم کنی؟ میدونم که تو خیلی بلدی بیا دیگه بودو از اونور بیا تو استاد بیا این میدان در اختیار تو بیا بذارم افسوس که در پای توی سر روان افسوس که در پای توی سر روان سر می رود و بی تو به سر می نرود سر می رود و بی تو به سر می نرود می نرود Bye.
وقتی بادبادک و هوا کردم در انتظار هر عکس العملی از سوی اهالی ده بودم، اما اونا ناراحت نشدن که هیچ خوششان اومد. این فرصتی بود برای من تا در مورد خلاقیت های بچه ها حرف بزنم. این بادبادکی که میبینید مسلم درست کرده، این قشنگی رفته هوا، یه کار دستیه، یه هنر با ارزشه. از این به بعد هر کدوم از بچه های کلاس بادبادک درست کنه، هم نمره داره هم جایزه داره. شاپرک آمد کنار پنجره، روی شیشه مثل برگی دیده شد. دست بردم تا بگیرم، او پرید، برگی انگار از درختی چیده شد. شاپرک باز آمد و آنجا نشست، بال رنگارنگ خود را باز کرد. آفتاب مهربان چون مادری بالهای نازکش را ناز کرد. پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید از میان آسمان، دیده می شد بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگین کمان. آقا ما هم بلدی بخونیم. خب الان سوال کنم ازم. آقا سوال که نه، ولی فردا تا فردا قول میدیم که آقا ما بهتر از اینم بلدی بخونیم. آقا اگه تا فردا اجازه بدیم ما میتونیم بهتر بخونیم. بله میتونیم. آی پسر، معلومتون آقای سرایی هستن؟ بله. بیان نامه داره. نامه سوم، همون پاکت ها، همون دست خط. سلام، بعد از رفتن شما یه وانت محلی رسید و ماشینم رو راه انداخت. چون عجله داشتم نتونستم منتظرتون بمونم. خوشحالم که این بار میدونم دقیقاً چه کسی داره نامه منو میخونه. دلیل نامه های قبلی فقط نگرانی از وضعیت درس بچه های دهکده بود که نتونسته بودم تا آخر سال کنارشون باشم. اما برای نوشتن این نامه دلیلای دیگه ای هم دارم. دوست دارم فرصتی بشه تا دوباره همدیگر رو ببینیم، تا حرفای نگفته رو بگم. من الان در روستای گلریز مشغولم. اگر کمی دیر دارم خودم معرفی میکنم ببخشید. به امید دیدار، پری جمالی. برای چی دنبال من میدوی مسلم جان؟ کاری داری مسلم جان؟ ها؟ آقا اجازه، من نمیخوام شما از اینجا بریم. من که نخواستم برم.
میرم تا روستای گرریز، یه کاری دارم برمیگردم. آقا اجازه، من دوست دارم شما اینجا باشین، معلم ما باشین. من معلم شما هستم، میمونم. اگه میخواستم برم، ساکم ور میداشتم، کتابم ور میداشتم، از جاده شهر میرفتم. من میمونم. برو به درس مشقات برس تا من برگردم. خب؟ خب بله خدا حافظ. ها دختر خانوما، خانم جمالی هست؟ بگو بهش بیاد، باری کلو. پری در مورد علت فرستادن نامه‌های بی‌نام و نشون حرف زد و گفت نمی‌خواستم کسی که جای من به اون مدرسه رفته از برخورد مردم غافلگیر بشه. من که نتونستم اونجا دووم بیارم، شاید می‌شد با این نوشته‌ها به معلم بعدی کمک کنم که خودشو نوازه. ولی اگه بعضی از مردم روستا می‌فهمیدن که من دارم درباره‌شون هشدار میدم، ممکن بود برای من دردسر بشه. من این ترسش رو درک میکردم، به خصوص که گفت برادرش خارجه و با مادرش تنها زندگی میکنه. بعد از اینکه مسلم استعداد خودشون نشون داد، بین دانش آموزان رقابت ایجاد کرد و این موضوع باعث پیشرفت سریع بچه‌ها در روزهای آخر سال تحصیلی شد. کم کم از بودنم در دهکده و پافشاری هام برای موندن احساس رضایت میکردم. انگار گم شده خودم رو پیدا کرده بودم. ای نام تو بهتر سرآغاز، بی نام تو نامه که کنم باز. چه دوست داشتنی و عزیزن آنان که برای آرامش دیگران از آرامش خیش می گذرن. چند روز بود که امید بعد از ظهرها به دکان قافروشی پدر بزرگ. این هوای ابری هم دارد حوصله مرا سر می برد. نه گلی توی باغچه است و نه می توانیم تا بازی. حافظ 7 قرن پیش، یعنی حدود 700 سال پیش، در شیراز می زیست. روزی انوشیروان با همراهان خود به شکار. لک شاد و سفید می گذرد باشد و می گرد لحظه ای عکس خودش را در آب. باد آسمان را دیشب تکان داد، 3 ستاره در دستم افتاد. خدای آفتاب آب از تو، ستاره آسمان مهتاب از تو، خدای آنجه های رنگارنگی، خدای شاپرک های خیمی، تو دشت بیکران را آفریدی. برادرم گفت کاش می توانستم هر چه را که می بینم بنویسم. مادرم گفت وقتی به مدرسه بروی نوشتن را یاد می گیری. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر والليال عشر والشفع والبدر. واه یک واه
و لیال عشر. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أبلد وما بلد لقد خلقنا الإنسان في كبد فلا يوسك فساق الأهل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أدخلي في عبادي وأدخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. بارك الله بسرم بقلم، تو قرآنم حفظ شدی؟ ما نمیدونستیم تو اینقدر بچه خوبی بودی، در حق تو ظلم کردیم. مادرش آمنه خیلی خوشحال شد. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر بر آید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کم در آید. گفتا که در خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رستو از راه دیگر آید. گفتم که بوی دن جایزه ای رو که برای درست کردن بادبادک ها بهتون قول دادم فراموش نکردم. باید یه فرصت بهم بدین که تا تهیه‌اش کنم. مهسا بدو خونه، مهسا بدو. سلام باشیدم. شما اسم چند تا شاعر میتونی برای من بگی؟ بله، سعدی، مولوی، حافظ، فردوسی، سلامی. بسیار بسیار. شما از حرفای قشنگ لقمان میتونی یکی برای من بگی؟ بله. ای فرزندم نماز بخوان. بارک الله. شما میتونی بگی پرچم ایران چند رنگه؟ سه رنگ. سه رنگ. شما اسم ابو علی سینا رو شنیدی؟ بله. کی بوده؟ پزشک معروف ایرانی. پزشک بوده. بسیار خوب. شما میتونی بگید پیامبری که بت‌ها رو شکست؟ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم. آفرین. شما چند تا از سیاره‌های منظومه شمسی رو بگید؟
عطارد، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون. نام حاکم ستمگری که دستور داد حضرت ابراهیم رو تو آتش بندازن؟ نمرود. آفرین. شما جایی که آثار و اشیاء عتیقه و تاریخی رو نگهداری میکنن میدونی چی بهش میگن؟ بله، موزه. بسیار خوب. شما چند تا از همسایه های ایران رو؟ افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق. آفرین. شما مهمترین اقدام پیامبر رو در بفرمایید. بگید چرا میخوان؟ بفرمایید. تشکیل حکومت اسلامی. تشکیل حکومت اسلامی. آفرین. ببخشید. این همون دانش آموزیه که توی اداره راجبش صحبت کردم. کدوم سوره ها رو بلدی؟ فجر و بلد و شمس. شمس رو برای ما بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الشمس بزهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء بما بناها و الارض بما طحاها و النفس بما سواها و الهمها فجورها و تقواها. یه روز دلم گفت حرف دل تو بگو، لاغل رو کاغذ. این اولین باریه که برای تو می نویسم پری. البته اولین نامه من به تو هم نشونی فرستنده داره هم امضا. الان که می نویسم نمی دونم تو هیچ وقت این نامه رو خواهی خوند یا نه، که البته حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در بند آن مباش که نشنید یا شنید، نشنید یا شنید. کلاس اولیا، دومیا، سومیا، چهارمیا، برین تو محوطه 20 درصد بازی کنین که انشاءالله امتحان کلاس پنجمیا رو بگیریم. آقا جازه، پستچی اومده با شما کار داره. سلام. سلام. دست شما در نکنه، زحمت کشیدین. وقتی مطمئن شدم باید برم، همش فکر کردم که چجوری و کی ازت خدافظی کنم. برادرم تصادف کرده و الان اونجا تو بیمارستانه. من و مادرم باید بریم پیشش و فرصت خیلی کمه. سعی کردم این دم رفتن بیام ببینمت ولی هنوز نتونستم. قبل از رفتن همدیگر ببینیم یا نه، لحظه های بعد از رفتن من پر از دلتنگی خواهد بود.
ببری. میخوام یه حرفای برات بگم که خیلی خصوصیه، مال خود خودمه، اما باید پیش خودت بمونه، به هیچ کس نگی. باشه. بارکر اسلام. خوبی؟ بله. بچه ها همشون گفتن آقا معلم نمیاد، ولی من گفتم آقا معلم میاد. سلام.
چطوری؟ خوبی. سلام آقای معلم. سلام. حالت چطوره؟ آقای فلی. خوب هستی؟ سلامتی انشاءالله. خیلی خوش اومدی. خوش باشی. یک بار گذاشتی و رفتی، ما گفتیم دیگه بر نمیگردی. خواهش میکنم مادر. بگیم بچه هم که یه قولایی داده بودی. ما سر قولمون هستیم حالت ولی. زنده باش. جایزه بادبادکاشونو آوردیم. اینجاست. دستت درد. اما یه جایزه بزرگتری هم دارن. به خاطر اینکه آقا مسلم چند تا از سوره های قرآن رو حفظ کرده. حالا من جایزه شونو اول بدم. نگینوس ازاده موبینا اجدری. خیلی دوست داشتم پری را قبل از رفتن به خارج ببینم، اما وقتی به شهر رسیدم و آدرس خونهشون رو پیدا کردم، همسایه‌هاشون گفتن صبح همون روز خونه رو ترک کردم. حدیث فروازه. آره، انگار زندگی پری، بچه های دهکده و من مثل زندگی بادبادک ها میمونه. گاهی اونقدر باد زیاده که نخ و پاره میکنه و ما گم میشیم یا گم میکنیم. مسلم عزیز مظلومی. پدرام نوروزی. امیر محمد میزاندار. آسوده و هسته خوبی هم دفتر رو کنم. باری کنم. بریم. خب. جانم آلو فلی. یه جایزه من برای آقا پسر شما گرفتم که همیشه اینجا نزدیک ماست. شرمنده کردی آقا معلم. پسرم. بیا بابا. بیا آقای معلم برای جایزه گرفت. بیا بابا. دست در نکن آقای معلم. خدمت عزیز خودم. دست شما در نه. برو بابا جون. خب آقای معلم، این جایزه ویژه که گفتی چی بود؟ برای سلامتی بچه ها صلوات بفرستید. لطفعلی بعدی دیدید ما رو ببخشید. زنده باشی انشالله. الحق که جایزه جایزه بود آقای معلم. میدانی تا به حال خیلی از بچه های روستای ما زیارت آقای معلم نرفته. با این کارت همه مردم ازت راضی هم. انشالله که زنده باشی. خدا حافظ. خدا به همراهت. خوش آمدید. بچه ها با خاطره ها و کشف های تازه‌شون از سفر برگشتن، اما اداره منو به یک دهکده دورتر فرستاده بود. ماه‌ها و سال‌ها گذشت، از پری هم خبری نشد، اما خاطره کلاس و درس و بودن با بچه های دیروز که دارن امروز ما رو می‌سازن هنوز با منه و من خوشحالم. بجان گر صحبت
طبیب خاصیت را نفس که از مردم افتاده باشد، طبیب خاصیت را نفس که از مردم افتاده باشد، سر جانان ندارد تن تو را خود خوشن باشد، به جان در صحبت جانان را زن را امکار باشد، به جان در صحبت جانان را زن را امکار باشد، پریرویان چرا پریرویان چرا از مردم چشم پریرویان خاصیت را نفس که از مردم افتاده باشد.